نام ایران زمین. جناب آقای خوبی بر شما روز دوباره و بخاطر از اینکه فراسان رستاخیز ایرانگرایان و جنبش رنسانس ایرانی رو برای روز 20 آذر که وبیناری قرار شد ما انجام بدیم و در اون نشستیم بله تشریف آوردید. خواهش میکنم گویان پیشگاهتون بفرمید. خیلی ممنونم. درود بر شما و همگی همیهنان ارجمند، میهن‌پرستان گرامی. سپاس از جناب امین صوفیامهر که بستر سخن رو گشودند و کار رو ساده کردن، احتمالاً برای نه تنها من، برای دیگران که اون بافتار آشکار و روشن بیشه. حالا گفتگو و رفتن در ژرفای متن ساده تر هستش. در چارچوبی که من میخوام حرف بزنم در واقع ادامه همون چیزیست که جناب صوفیامهر میفرمودن. ما همزمان با مشروطه ملتی بودیم که خواسته های بسیار زیادی داشتیم و میدونیم از دور پیش از مشروطه ما راه های گوناگونی رو آزموده بودیم که ما چرا پیشرفت نمی کنیم و چرا در فرنگ پیشرفت هستش. صحبت از قانون شده بود، صحبت از آموزش شده بودش، ما مدارسی رو باز کردیم، دارالعلوم باز میشه، حسن رشدیه کارایی رو انجام میده و ما خیلی رو به خارج میفرستیم تا در فرنگ درس بیاموزند، آموزش ببینند، کارهایی رو انجام بدن. از خارجی ها کمک میگیریم که اونها بیان به ایران، شاید اونها باید ارتش ما رو آموزش بدن، برای ما ژاندارمری شاید باید راه بندازن، گمرکات ما رو شاید باید کنترل بکنن، اونها بلدن ما بلد نیستیم. ولی همه اینها روی هم رفته بس نبودش و در خیلی جاها هم به دلیل اینکه ساختار فاسد بود منجر به نابسامانی و آشوب میشد و فساد بیکرانی رو در برخی جاها پدید می آورد که پیامدها و آشوبهایی که در روزگار قاجار بود رو بتونیم در تاریخ مرور بکنیم. و بعد از اون ما به جنبش مشروطه می رسیم و گمان می کنیم که خب حالا ما اون ریشه گرفتاری ها رو بالاخره تونستیم بهش برسیم و حالا می تونیم که اون آرزوهایی که در گفتمان مشروطیت بهش نگاه می کردیم از دور دست بهش نزدیک شده باشیم و بتونیم که بر اونها دستی بکشیم و گرمای اونها رو دریابیم. ولی باز هم چنین نشد تا اینکه رضا شاه به میدان میاد و پدیده اقتدار قدرت برای پاسداری از حقوق و آزادی های شهروند رو پدید میاره. اصلا نشون ما میده که دولت غیر مقتدر نمیتونه از آزادی و حقوق شهروند خودش نگهبانی و پاسداری بکنه. ولی ما که قدمون به حقوقی که در قوانین مشروطه، در قانون اساسی مشروطه وضع شده بود و قوانینی که در مجلس نخست یا مجلس آغازین وضع شده بود نمی رسید، حالا می رفت که با یک دولت مقتدری که توانایی انجام کار داره بریم نزدیک بشیم به آرمانهای مشروطه. و میدونید که بر رضا شاه بزرگ گام‌های بسیار اساسی برمی‌داره، بر برداشتن زیرساخت‌ها در مورد مثلا ارتش. خیلی‌ها سرزنش می‌کنن رضا شاه رو و ارتش نوپای رضا شاهی رو که این نتونست زبون بیاره در برابر لشکرکشی متفقین. خب ژاپن و آلمان و ایتالیا و قدرت‌های بزرگ آن روز هم نتونستن دوام بیارن، خب ما که جای خود دارن و اونها با اون همه نیروشون نتونستن و جنگیدن بیشتر موجب نابودی بودش و تقریبا ما هر چیزی که از اون ارتش داشتیم میتونستیم از دست بدیم. و نکته دیگر این که همین ژاپن همچنان بخشی از جزایر کوریل در دست شوروی مونده از دوره اشغال، از دوره شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم.
شوروی بخشی از خاک ژاپن رو در دست خودش نگه داشت، علی‌رغم اینکه آمریکا قرارداد امنیتی داره با ژاپن و زیر چتر پشتیبانی جدی ارتش آمریکا قرار میگیره ژاپن و نیروهایی رو در کره جنوبی پیاده میکنه و اونجا پایگاه‌های قدرتمند زیادی رو برپا میکنه برای جلوگیری از خطر حمله کره شمالی و تا 1 میلیون نیرو اونجا پیاده میشه در بعضی دوره ها، ولی همچنان توان بازپسگیری بخشی از خاک ژاپن رو از شوروی پیدا نمی کنن. و علی‌رغم اینکه مسئله تهدید آمریکایی ها هستش بر روی دوش روی شوروی استالین، ولی استالین به دلیل اینکه راه ورود کشتی های شوروی به آبهای آزاد پاسیفیک از راه شمال شرقی اون هستش و اونجا رو به هیچ قیمتی خالی نمیکنه با همه فشارهایی که بهش میاد، ولی خب با ترکیبی از سیاست دولت مردان ایرانی، شرایط جهان و به هر حال اتفاقاتی که میفته و بیریشه بودن حکومت هایی که به شکل دست نشانده میدونی، چون 4 سال اونجا دستشون بودش زیر اشغال شوروی بود و در سال آخری که اینها داشتن نیروهای روس نیروهای شوروی داشتن تخلیه میکردن، این حکومت رو اونجا به عنوان جانشین خودشون پدید میارن تا در واقع اونجا رو تخلیه نکرده باشن، روی کاغذ تخلیه شده ولی در واقعیت همچنان شوروی پاش در خاک ایران هستش و این قضیه فقط 1 سال به درازا میکشه تا حکومت دست نشانده از بین بره. منتها یک دلایلی میتونست داشته باشه که یک نارضایتی هایی در بخش هایی از ایران پدید اومد، چه در دوران رضا شاه بزرگ چه در دوران آریامهر، که ناشی از توسعه هستش. دقیقا جناب امین صوفی عامر به نکته بسیار درستی اشاره کردن، خواست بسیاری از این قبیله گرایان، سکتاریانیست ها، اینهایی که دنبال جدایی هستند یا دنبال حقوق ویژه گله‌ای هستند، یعنی به دنبال کلکتیو رایت هستند و فرد رو در سرشت شهروندی خودش در گستره سیاست نمیتونن بپذیرن، میخوام برگردن به اون دوره چون فکر میکنن در اون دوره هستش که اینها میتونن در هنگامی که هنوز رضا شاه شروع نکرده به اصلاحات و توسعه، اون دوره هستش که اینها میتونن فکر بکنن برگردن، که البته بازم خیال خامی و استراتژی پوچی، چون راهی که ما اومدیم که نمیتونیم پس برگردیم. ولی مسئله اینه که در این خلال توسعه با خودش یک فرهنگ زیستن تازه‌ای میاره و موجب شکوفایی شهریگری میشه و هر چقدر شهرها بزرگتر میشن فرهنگ زیستن رو با خودشون افزایش میدن و یک نمودی از تاباوری، دیدن فرهنگ‌های گوناگون و غریبه ها، همزیستی و پیچیدگی ها و ظرافت های فرهنگ ایرانی رو بیشتر نمود میدن. و در حالی که توی بخش هایی که کمتر مرشد آموزش دیده بودن یا این زمینه رو گروهی از اربابان یا آدم های خطرناک یا دشمنان ایران دنبالش بودن، که از این زمینه نارضایتی میان صنعتی شدن، میان جاده، سیمان، شهر، قوانین راهنمای رانندگی، خودرو و همه اینها و بازگشت به روستا و زندگی که همه در اون آشنا هستن، دوستن، روابط فیکس و شناخته شده هستش، بین این دوتا یک گذاری رو به گذشته به وجود بیارم. میدونیم که پژوهش‌هایی توی مرکز کوگ یا QOG در همین دانشگاه گوتنبرگ انجام شده و البته خیلی جای دیگه هم انجام شده، یا در انستیتو لندن هم انجام شده، پژوهش‌های خیلی زیادی تو چتام هاوس، و نشون میدن که پدیده قومگرایی یا سکتاریانیزم، پولیتیکال سکتاریانیزم،
این در گستره سیاست ناشی از مقاومت در برابر توسعه و پیشرفته. یعنی هر چقدر تمدن پیچیده تر میشه، گروه های قومگرایی که واپسگرایی رو میخوان ترویج بکنن و راحت نیستن با پیچیده شدن، با پیچیدش با کمپلکسیتی، سرشت پیشرفت و قدرت هستش و شما هر چقدر پیشرفت میکنید تمدن شما کمپلکس تر میشه، هرچی تمدن شما کمپلکس تر میشه پیشرفت شما باز همچنان با اون پیچیده تر میشه و این پیچیدگی خیلی ها رو آزار میده و نمیتونن باهاش کنار بیان. یک زندگی بسیار ساده ای که روابطش خیلی مشخص باشه، به عبارتی آرایه های فرهنگی اندکی رو برای زیستن به کار ببرن، چون هر چقدر زندگی پیچیده تر میشه شما با المان ها و رویدادهای بسیار پیچیده تر روانی که نیاز دارید رفتارهاتون رو با اون بسنجید و هماهنگ بکنید روبرو میشید. بنابراین اگر فرهنگ شما اون پرباری و اون غنی بودن و اون پیچیدگی رو نداشته باشه شما از پسش بر نمیاد. بنابراین ما در بعضی کشورها میبینیم اون فرهنگ به صورت کلی، فرهنگ ملی اون کشور از پس توسعه و پیچیدگی تمدنی بر نمیاد، چرا که آرایه های فرهنگی لازم برای برخورد و پاسخ رو نداره. در ایران ما این مشکل رو نداشتیم و طبیعیه که ما هر چقدر آموزش کمتری ببینیم، محیطی که توش باشیم کوچیک‌تره، از همه فرهنگ تمدنی خودمون بهرمند نمیشیم. به هر حال یه بستر و گستره بزرگ تمدنی ما هستیم. در دوره رضاشاه این قضیه رو داشتیم و کسانی بودند که با این پیشرفت و با این پیچیدگی ناراضی بودند و میخواستن به عقب برن، که عمدتا یا از گروه های قومگرا بودند یا از گروه های مذهبی. و جالبه که پژوهش های جهانی هم دقیقا همین رو نشون میده که گروه های قومگرا و گروه های مذهبی وارد این قضیه میشن، و اگر اون گروه قومگرا شاخه هایی در بیرون از اون سرزمین هم داشته باشه میتونه وصل به اونها و گروه های پان، یعنی گروه هایی که همه اون قومیت به هر جوری که تعریف میشه در سراسر جهان رو میخوام با همدیگه بیارن، مثل پان اسلاویک ها، پان ترک ها، پان عرب ها و همه این پان هایی که با یک پان اتنوپان هستن و میخوان که همه اون پان در جاهای مختلف جهان رو گرده هم بیارن. از این منظر ما دوره محمد رضا شاه آریامهر رو که میبینیم، تو اون دوره هم ما باز با این بازگشت این گروه ها روبرو هستیم و جالبه که پژوهش‌ها نشون میده که این گروه ها هر چقدر نتونن خودشون رو با پیشرفت و تمدن سازگار بکنن، احساس این رو میکنن که دلجیتیمایز شدن و دیگه وجود ندارن، دارن از بین میرن، دست میزن، یعنی حقانیت وجودیشون رو دارن از دست میدن. بنابراین رو میارن به الگوهای ننه من غریبم بازی و زبان منو کشتن و من قصه های ننه بزرگم رو یادم رفته و من خاطرات بابا بزرگم تو طویله که زیر گاو شیر میخوردش اونو دیگه اصلا یادم نمیاد، و اینا رو میزنن به اینکه ما از نظر فرهنگی دچار جنوساید شدیم از این حرف ها. و خب این حرف ها یاوه است و پاسخ نمیده، دست به جنگ افزار میبرن و دست به تفنگ میشن و از اونجایی که دیگه کاملا دولت رو، هر دولتی در جهان کاملا حقانیت هر گونه سرکوب برای این گونه گروه ها رو پیدا میکنه. از این جهت است که 57 ها یا تمام این گروه های همبسته خمینی که دقیقا برآیندی از گروه هایی بودن که ما پس از بیرون رفتن متفقین در مهاباد و تبریز اونها رو شکست داده بودیم، دولت پیشوری و قاضی محمد رو، ولی در 57 اینا با یک نیروی بیشتری برمیگردن و گروه های مقاوم در برابر توسعه و تمدن رو میتونن با همدیگه بسیج بکنن. چپ زدگی کمک به این قضیه میکنه، کسانی که بین مسجد دهشون و کافه های لاله‌زار دو دل مونده بودن و فکر میکردن که همچنان امامزاده دهشون میتونه بهشون کمک بکنه، اینا بخش نیروی بزرگی بودن که کمک کردن به پیشرفت چرخهای انقلاب، چون ایناش اگرچه اوربانایز شده بودن، شهرنشین شده بودن، هنوز
شهریگر و شهروند نشده بودم، به مفهومی که ارزش‌های شهروندی رو در فرهنگ ایرانی ما خودمون داشتیم و برای ما خیلی راحت سازگار میشیم درک بکنن. نکته شگفت انگیزی که هستش اینه که شما در افغانستان این نفرت از قومگرایی که در ایران وجود داره رو نمیبینید، در بسیاری از کشورهای آفریقایی نمیبینید، بسیار عادی یک حق تلقی میشه، یک جور روال هستش و بنابراین کسی با چهره با سرفکندگی یا شرمساری نمیخواد اون رو پنهان بکنه، در حالی که شما این همین تجزیه طلبای خودمون رو که نگاه می‌کنید بسیاریشون یک جوری پنهان میکنن، برخی تلاش میکنن از راه سرکوب گروهی یا اون پتانسی که به جامعه وارد میکنن از این گروه های نجات پرست فشار بیارن و آسیب بزنن به گروه های اجتماعی که اونا نتونن حرفشون رو بزنن و همبستگیشون رو با ملت بزرگ ایران اعلام بکنن. ولی در واقعیت اینه که ملت ایران به دلیل اینکه این گروه ها همشون بوی عقب افتادگی و واپسگرایی و امولی و دمد بودن و در کهنگی میدن از اینها گریزانند و همون جاهایی هم که اینا ادعا میکنند که ما نقش و یا کارکردی میتونیم داشته باشیم در واقعیت میگه ندارن. به هر حال ما تونستیم توی این 21 آذر به خوبی بر بیایم، چه در زمان رضا شاه که ما قضیه جنوب رو حل میکنیم، چه در زمان آریامهر که قضیه های شمال رو حل میکنیم، در زمان رضا شما قضیه میرزا کوچک خائن رو هم حل کرد. و هر روی این همبستگی ملی ما اگر وجود نداشت، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه آریامهر نمیدونستن که پاشون رو باید کجا بذارن، تکیهگاهشون کجا باشه، اون جایی که باید بهش دست ببرن و اون گرمای ملی رو احساس بکنند اگر نبود، اون اراده اون خواست ملی هم در اینها معلوم نبود، نه در هیچ کس به وجود نمیاد. ولی چون این زمینه ملی در ما وجود داره، شعارهای زنده باد ایران رو شما از این سو و آن سو میشنوید، اینه که دولت مردان دلیر و شایسته رو هم به جایی میرسونه که اینجوری از دارایی ما پشتیبانی بکنه. میدونید تمام جهان حقوقش بر سه تا خشت اصلی است که من بهش میگم تثلیث حقوقی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، و اینا اگه اینا رو هر کدوم از دست بدین شما همه چی رو از دست بدین. سپاسگزارم که من رو تا اینجا شنیدم. سپاس بسیار از شما جناب آقایی و یک ایران سپاس.